در این قسمت میخوایم درباره مولدهای برق، اساس کار مولدهای برق صحبت کنیم. خب دستگاه‌های البته پر استفاده که میدونیم تمام برقی که ما تو انواع اقسام وسیله ها استفاده میکنیم، یخچال، کولر، گوشی تلفن همراه، کامپیوترها، لامپها، ماشین ها، برق هایی که تولید میکنن، همه و همه با استفاده از مولد ها تولید میشه و این مولد ها بر اساس قانون الغای الکترومغناطیس فارادی کار میکنن. ساختمان کلی یکی از اینها رو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که چطور منجر به تولید الکتریسیته یا همون برق میشه. ببینید، این یه مدل از ساده ترینشه، همونطور که توی کتاب درسی فیزیک 11 هم بیان شده، رایج ترین راه برای تغییر شار عبوری از یک حلقه در واقع همون تغییر زاویه است. یعنی ما الان اینجا وسایلی که داریم به این طریقه، اینا دو تا این آهن روباها هستن، یه سری آهن روباهای خیلی قوی و بزرگ و ما اینجا یه دونه حلقه داریم، حلقه از سیم که میتونه دوران کنه و این سیم پیچی که اینجا هست به صورت حلقه دو تا فیش داره اینجا و متصل به این دو تا فیش با استفاده از این ساختمانی که داره و این اتصالاتی که اینجا وجود داره. خب حالا وقتی که ما این آهن روباهای قوی رو اینجا قرار میدیم، توی این فضای این اطراف یه میدان مغناطیسی خیلی قوی ناشی از این آهن روباها ایجاد میشه. خب الان که اینجا میدان مغناطیسی داریم، از این حلقه داره یه شار مغناطیسی عبور میکنه. خب وقتی که ما اینو بچرخونیم، این شار تغییر میکنه، الان شار عبوری صفر میشه و بعد شار عبوری الان اینجا زیادتر میشه و اینجا به ماکسیموم میرسه. خب پس وقتی این بچرخه این تو، شار عبوری از این تغییر میکنه و طبق قانون القای الکترومغناطیس فارادی یک جریان و نیرو محرکه القا میشه که در واقع همون برق تولید میشه. حالا اگه این تعداد دورها بیشتر باشه با سرعت به چرخه، طبیعتاً برق بیشتری تولید میشه یا نیرو محرکه بیشتری القا میشه. خب حالا ما بریم ببینیم که به چه صورت این مولد ما برق رو تولید میکنه. ما یه دونه گالوانومتر رو بردیم با سیم‌های رابط. این گالوانومتر رو متصل میکنیم به این مولد و بعد شروع به چرخوندن این میکنیم. میبینیم که همراه با چرخوندن در واقع داخل گالوانومتر ما جریان عبور میکنه از گالوانومتر، که این نشون دهنده اینه که تغییر شاری که اینجا اتفاق میفته سبب ایجاد جریان میشه. و حالا یه بار سعی میکنیم که یه لامپ رو هم بتونیم روشن کنیم. البته خب اگه منبع فضا ببخشید تاریک باشه بهتره. من این لامپ کوچیک LED میارم میذارم اینجا و دو سر این لامپ رو متصل میکنم به منبع تغذیه، به مولد، مولدی که داریم. حالا من سعی میکنم با چرخوندن این ببینم آیا روشن میشه یا نه. خب همونطور که میبینیم در واقع مولد ما میتونه لامپ رو هم روشن کنه و برقی تولید میکنه. حالا اگر که ما میبینیم بعضی موقع لامپ روشن میشه به خاطر اینکه این در واقع یه طرف جریان رو عبور میده
و البته جریان ما اینجا یه جریان AC و وقتی یه طرف عبور میده سبب میشه بعضی موقع ها لامپ روشن نشه.